اگر ندارین مطالب دیگری در حال با شما خداحافظی بکنیم. فقط یک مطلب هم به عرضتون برسانم که شاهزاده رضا بهدوی در تازه ترین سخنرانی خود بار دیگر خواستار اتحاد مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی شد و ضمن تأکید بر احترام به عقاید مختلف مردم و گروه‌ها گفت از آنهایی که فحاشی و حتاکی می کنند اعلام براءت کنیم و با رفتار زشت فحاشی مقابله کنیم. شاهزاده پهلوی که در لس آنجلس در نشستی سخنرانی می کرد گفت این فرهنگ عزاداری رو بگذاریم کنار و به عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن برای زندگی ارزش قائل است برای زندگی ارزش قائل باشیم و با اشاره به نیروهای سایبری جمهوری اسلامی گفت آنها تکلیفشان مشخص است ولی بیاییم از هر اندیشه‌ای که هستیم به عقاید هم احترام بگذاریم و با رفتار زشت فحاشی و حتاکی مقابله کنیم. آقای سیاوش عبستای عزیز هستند، ببینیم که ایشون برای ما در برنامه امروز چه مطالب جالبی رو دارن که عنوان میکنن. درودی بر شما. درود بر شما استاد شرف‌شاهی. میخوام از آخرین خبری که آقای دکتر قرقوزلوی عزیز گفت نقل کنم و یادآوری این که ملت سلحشور ایران و این بیشرف‌های خوابیده و تازی پرست ایران که زر میزنید همش، از رضا پهلوی یاد بگیرید. ببینید آقای دکتر قرقوزلو با چه سخنی تمام کرد. گفت شاهزاده رضا پهلوی گفته اندوه مرگ عزادار نباشید مردم، مردم آریایی و ایرانی باشید و افتخار کنید به ایرانی بودنتون و این که ما جز شادی نداشتیم حتی در سوگ یاران. ما هر روز سرزمینمون روز جشن بود. ما حتی روز مرگ خمینی رو از 30 تا 30 پیش تو تقویم گذاشتیم با عنوان روز شادی و شادمانی و روز مرگ اهریمن. پس یاد بگیرید، شما میگید که هوادار پرنس رضا پهلوی هستید ولی بر همون سنت کهن تازی پرستان حاکم بر ایران هستید، عذاب و مرگ و تولد و روز پدر و روز مادر فاطمه اون هست و بایستی بفهمید که مقدسات ایران با این خرافات تازیان یکی نیست. این اول قضیه استاد شرف‌شاهی که شوربختانه این مردم نمیدونم واقعا باید از حتی روشنفکران ما گلایه بکنیم که همچنان سلام علیکم یا علی بدر ان شاء الله. من مهربانیار صحبت شد، دانشمند بزرگ دکتر فیروز نادری عزیزم رو که دست دادیم که من خیلی ناراحت شدم. واقعا ما هر روز یارانی رو از دست میدیم ولی چنین شخصیتی، من از این آقای شرف خیلی ناراحت شدم که بعضی از این زان ما هرچند کوتاه ترور شخصیتی میشن بعد که صحبت میشه حرفی بشه میرم، یک کمی دل من گرفته بود. اون موقعی که من اسم ایشون رو در لیست دولت پیشنهادی موقت گذاشتم ایشون به من تلفن کرد گفت سیاوش عبستو ما این همه مواردی که برای علیه من دارن مطرح میدن توی کاری کردی من گریه داشته بودم. آقا چرا گریه کنی عزیزم؟ کدوم موارد کنم؟ گفتم تو به 4 تا پیام که میان تو فیسبوک و اینستاگرام میزن و 4 تا الدنگ که 4 تاشون هم یکی هستن که نباید خودتو ناراحت بکنی. تو یک دانشمند جهانی هستی، جهان به تو افتخار میکنی که من دیگه جو نمیخوام بشمارم تلاش های جهانی و افتخارات جهانی دکتر فیروز نادری رو و دو نفر آدم زر زدن به خاطری که تو داری از مردم پشتیبانی میکنی. تو اومدی عکس رضا شاه رو گذاشتی، محمد رضا شاه رو گذاشتی تو صفحات، تو اومدی از نیکا، از حسینی، از رهنوردی، از اینا داری پشتیبانی میکنی. خب حرامزاده که بیکار نمیشینن. حالا میخوام بگم مردم شما باید تو میدون باشید، جدا از این که با تازی ها و افکار و عقاید و خرافاتشون در جنگ هستید، از قهرمانانتون پشتیبانی کنین، از قهرمانان خودتون پشتیبانی کنید با افتخار. بعد آخر میزنن میکشن. استاد شرف‌شاهی شوخی نیست این بار. امریکا بچه ها بران شدن که کمیته تشکیل بدن و خانواده، من فقط میخوام خواهش کنم که
خانواده دکتر فیروز نادری همونه که هستن پشت قضیه رو بگیرن، چون خانواده باید در کار باشه. ایشون رو کشتن، دکتر فیروز نادری رو کشتن و در امریکا باید این بحث این جریان دنبال بشه، همچنان که ما بحث کشتن ترانس اس لیلا و ترانس علیرضا پهلوی رو در امریکا و انگلیس دنبال کردیم. خب حالا نمیخوام من الان رو این قضیه حرف بزنم، اصلا نمیخوام روی قضیه حرف بزنم، ولی برای لیلا، فرانسیس لیلا چند سال یک دادستان بزرگ انگلیسی پشت قضیه بود و پرونده هنگام مختومه شد که مرد اون دادستان. و در پرونده لیلا پهلوی هست که سه بار قبل از اینکه بکشنش واهانه قرص و اینها ضربه خورده بود، سیم تلفن دور گردنش کرده بودن، چه که کشته بودنش. ما این مرگ های و ترور های مشکوک رو باید بر علیه نظام جمهوری اسلامی جهانی کنیم و پدری پدر سوخته در بیاریم. نکته دیگه که اندوهگین هست استاد شرفشاهی این هست که چون میدونم همیشه شما دلتون میخواد در رابطه با افغانستان هم این سرزمین بزرگ آریایی صحبت کنیم، حرف بزنیم، چون افغانستان ایران هست، خراسان هست، ایرانی هستند. اینهایی که الان اونجا حکومت گرفتن اینها پاکستانی و عربی هستند که با پاسپورت پاکستانی و با پاسپورت کشورهای عربی وارد اونجا شدن و دارن خود افغانی ها رو میکشن. حالا در راستای همین نسل کشی آریایی در افغانستان عزیزم، در سرزمین آریانا، میخوام متاسفانه به آگاهیتون برسونم که طالبان اومدن یک چند صد هزار نفر از پاکستانی های رو وارد کردن تو پاکستان، تو افغانستان، و تمام اونایی که در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان زندگی میکردن اینا رو هویت افغانی بهشون دادن و وارد سپاه خودشون میخوان بکنن که برای سرکوب بیشتر و روزافزون مردم دلیر و قهرمان آریانا. این یه مورد. مورد دیگه که استاد چرفشی امروز قطع آب بوده در تهران، در منطقه بسیار، یعنی الان درست سیستان بلوچستان داره بی آب میشه با این قضیه هیرمند، ولی کل خود ایران هم عدم مدیریت اینها الان در این تابستانی که در پیش رو داریم که تابستان گرم و سختی است، مردم بیبخار، مردم واقعا من از صحبت دیگر دوستای عزیزم خیلی خوشم اومد، ازش میپرسن که خب آقا شما که میگید ایران و ایران پیش از اسلام و فرنه، خب اینایی که معتقدن اعتقاد دارن و اینا رو چیکار کنیم با ایشون؟ میگه یعنی چی چه اعتقاد دارن؟ میگه اینه که خب دین چیزی میگه اینا اومدن تو سرزمین ما بیگانه بودن، بیگانه در ایران است، اینا اومدن باید قوانین ما رو بپذیرن، آریایی ایرانی بشن، ما که نباید بریم خرافات و خونین و خشن و صحراگردی رو بپذیریم که ما 1402 سال تعمیر کردن. نه بود که شما فرمودین، همه میدونن مردم ایران امروز به یک حدی از رشد فکری نسل نو و جوان رسیده که این پیرپاتال ها اگر زود نجنبن هم خط و همراه و هم داستان بچه ها نشن و این روشن فکر نماهایی که تاریکتر از حد تاریکی میاندیشن که پایدار روی سنت های خرافی تازی رو اینها موجب شدن و دوچار مسئله میشه پیش از هر کسی برای خودش. اما استاد شرفشاهی ویدو دو تا ویدو داریم، یکیش مال سفر رئیسی به ونزوئلا. من این سفر رئیسی به ونزوئلا منو یاد اون سال انداخت که خاتمی این سیدک آمده بود پاریس، بعد شب قبل ورودش به پاریس اینا باید در خیابان شانزلیزه پرچم ایران و فرانسه رو میزدن که فردا که مردک میاد اونجا میخواد بره پرچم یا باشه. از دو هفته قبل اینا تصمیم گرفته بودن اینا، منم خلاصه به دوستان اینا خلاصه عجب بود. استاد شرفشاهی گفتیم که برای این ویدیو رو الان می‌بینیم، گفتم که پرچم ایران همین شیر خورشیده، یه دونه از اونا بهشون دادم، اونا بوده 400 تا از اون پرچم زدم، تمام شانزلیزه پرچم شیر خورشید بود شبیه که خاتمی می‌خواست بیاد پاریس زمان ژاک شیراک. اما شور بختانه چون اون خانه ایران جاسوس خانه شو یه چلو کبابی داشت تو شانزلیزه روبروی منه، ما 66 اونا برخیامون بودن موقع و ایران ایل اینا هم برخیامون بودن، خلاص اینا زود راپورت دادن به تهران و یهو شبانه به من زنگ زدن از دفتر رئیس جمهور که آقا این پرچمی که تو گفتی که مال ایران نیست، گفت آقا پرچم ایران نیست، گفت اینا سفارت خودش پرچم آورده میگه نه پرچم هست، خلاصه صبح جمع کردن رو پرچم ها، ولی پرچم شیر خورشید اون سال بود، ببینید هیچ کس هم داره نگفت. بله، اما این فیلم استاد شرفشاهی
این ونزوئلا میدونید یکی از همپیمانان بزرگ و مقتدر جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی خیلی ازش پول طلبکاره، از زمان چاوز گرفته تا الان اینا خیلی بینا نفت مجانی دادن. ولی این رئیس جمهور چی کار همچین مشتی به قول ما میشه دیگه آقای شرفی استا چرفش کرده، خیلی کارش قشنگه، یعنی عمدن هم کرده، یعنی به خاطر همین کرده که در سطح جهان خودش نشون بده که بابا با مردم ایرانه، ولی مجبور از اینا پولایی که اینا بگیره برای مردم خودش. این به جایی که سرود ننگین جمهوری اسلامی رو پخش کنه، سرود ایران ای مرز پرگاه رو پخش کنه برای رئیسی، بعد در همین هنگامی که داری سرود پخش میشه یه ایرانی خودشون هفتش تا میرزن پشت سر رئیسی و رئیس جمهور ونزوئلا، میگن آقا این شوجه باید سرش رو چکون بده، میگن بشینین زر جاتون. خلاصه سرود ایران رو برای نخستین بار در یک کشوری که دوست جمهوری اسلامی است، این دیگه ببینین تا چقدر وضع خرابه، این مردم ستم پذیر تازی پرست، بلند شید ببینین چقدر وضعش خرابه، میلیاردها یا شاید هم میلیون ها دلار ونزوئلا به ایران بدهکار، با همه اینا همچنان سیلی محکمی به نظام جمهوری اسلامی زد با این پخش که واقعا ایوالا داره. میبینیم استاد چرفشایی این رئیسی در ونزوئلا و سرود ایران. بله ببینش بالا این نوشته رو. این ارمغانی بود واقعا که ونزوئلا در دمش به قول ما میشدی اگر پیشکش کرد به جشن زایش کیان عزیزم، به روان آزاد پوریای نازنینم که کشتنش پری روز، به روح آسوده و پر افتخار فیروز نادری عزیزم و تمامی نبردها و مبارزاتی که ملت ایران در داخل و خارج از کشور دارن انجام میدن. ببینید اینجوری به ثمر میانشینه که رئیس جمهور یه مملکتی که با جمهوری اسلامی دوست و همپیمان هست میاد چنین کاری رو میکنه آقای شرفی، و بعد من تذکر میدن دور میرزن یا دورش بهش میگن این آقای چیز همچنین که دیدین تحویلشون اصلا که نمیگیرید با دستش هم میگه برید کنار و وزیر سرود ایران پرش میشه. رئیسی هم که در برابر عمل انجام شده واقع میشه، برای نخستین بار در برابر سرود ایران نظام پادشاهی ایران میسته. اما نکته دوم، چون وقت کم سریع به آگاهیتون برسنم استاد چرفشایی، یه فیلمی که شما میبینید، من از مردم ایران اگر میخوان ایران آزاد بشه، اگر میخوان شعور سیاسیتون بره بالا، اگر میخوان از این خاله زرکبازی و حرفا نجات پیدا کنید و بفهمید استعمار برای نابودی ایرانه و تو خودت ایرانی باید پاشی خودت رو تحمیل کنی. الان ایرانی خودش پاشد خودش رو تحمیل کرد، همچنان که پرنس رضا پهلوی یک موقعی فکر میکرد که اگر بگه اسلام و روحانیت و اینا خوب خوبه که خیلی هم همونجا انتقاد میکردن، بعدن پی بود که نه، نبایستی برای مصلحت کسی حرف زد، بایستی برای مصلحت خود ایران و ایرانی و همپا با نسل نو و جوان رفت. به خاطر همین است که رضا رهنورد رو گفت شیر و خورشید ایرانه و الان سلحشورانه در میدان هست. و من میخوام واقعا از یاسمین عزیزم سپاسگزاری بکنم، چون یاسمین با روحیه آزاد منشانه و لایق و سکولاری که داره نقش بسیار مهمی در این تحول فکری به وجود آورد و این جب و این جب رو شکست، و همچنان که شکسته شد خود پرنس رضا پهلوی هم داره میبینه که در دنیا نه تنها بین ایرانی یک محبوبیت خاصی پیدا کرد. حالا آقای شرفشایی، اینی که میخوایم بگیم فقط یک سری لیسته و باید بخونید ببینید، بچه ها یادداشت کنید، ضبط کنید. حدود 700 تا کمپانی ONG حقوق بشر اقتصادی مالی دنیاست که همه اینا رئیسش گورگ سایروسه، یعنی گورگ سایروس رئیس همه ایناست. بعد اینا همه جا هم کار میکنن
از روس و آمریکا و چه گرفته تا خود ایران. و من در برنامه شما پخش کردم که چون وقت نیست نمیتونیم پخش کنیم که خود ظریف در مجلس جمهوری اسچانان دوام رفتاده سر ظریف و رئیسی و اینا و حتی رئیسی و زنگینه اینا فهمیدن که اصلا ظریف یکی از اصلی ترین عواملی است که داره تلاش میکرده برای اینکه رئیسی نشه سقوط بکنه و با عنوان یک عامل استعمار، چون ظریف از دانشجویش تو آمریکا درس میکنه، وقتی پادشاه در حال معالجه است اینا دیگه عکساش هست، این بلنگو دستش میگیره جلو بیمارستان میره به پادشاه توهین میکنه تظاهرات و از همون نوجوانی عامل استعمار و استخدام شده یه تشکیلات استعمار جهانی است و خودش در پارلمان ایران میگه که قبل از اینکه جورج سوروس شما بیاین آدماشو محاکمه کنید و قبل از اینکه من وزیر بشم تو ایران بوده، در ارگانهای مختلفی کار میکرده، خود خاتمی هم میدونسته و غیره. حالا این فیلمی که میبینیم آقای شرفشاهی تیترا رو باید شما بخونید، بی‌زحمت نشون بدین آقای سی عزیز، سپاسگزار میشم، روش حرف میزنم. این آقای جورج سوروس در ابتداش میگه که جهان رو داره میگردونه. حالا بخونید این اسما رو لطفا بخونید بچه ها، دوستان عزیز، میبینین حدود 700 تا اسمه تمام این کمپانی ها، سازمان ها، تشکیلات و اینجا ها که حتی بعضی هاشون ضد یک دیگه هستن، یعنی بعضی ها با اون مثلا در یه جا حزب دموکرات، یه جای دیگه حزب رسیستا هست، دست راستی هست و یک دو کمپانی های چه هست اینجا، کمپانی که با ضد اون عمل میکنن. خلاصه خیلی همین تقریبا 700 تا نامی که دارید میبینید که هر کدوم اینها چندین میلیون دلار در سال نیز هزینه داره، اینا در تمامی کشورهای دنیا به ویژه جمهوری اسلامی ایران وجود دارن و نقش مهم و مؤثری دارن. یعنی شما مردم که خرتون کردن و دارن بهتون میگن که اینا با اون میجنگن، با اون میجنگن، با اون دیگه، همه چرته، همه پرته، همه اینها برای اینا یک اقتدار کاذب خودشون رو نگه دارن و از اون طریق با میلیاردها دلار هزینه‌ای که در سال به همین کمپانی، چون این کمپانی‌ها همه استاد شرفشاهی اینا کمپانی‌های غیر انتفاعی است، غیر انتفاعی که هست، همه اینا رو که خود جورج سوروس از جیبش نمیاد پول بده، میگن چند میلیارد داد جورج سوروس زمانی که پادشاه ایران سقوط کرد، قبلش هم می‌خواست بیاد ایران با شاه صحبت بکنه، قرارداد ببنده که نشد و نیامد و اینا، از هنگامی که پادشاه رو ساقط می‌کنن توسط پل اردمن، سناریوش نوشته میشه که از شرکایشون هست بود پل اردمن، 5 سال پیش از سقوط محمد رضا شاه، بعد اینها همه این کمپانی ها رو با پولهای خود ما، با پولهای نفت خلیج پارس، با پولهای عربی اینا ساختن و با پولهای اینا بود که اینا پولدار شدن، الان تبدیل به قدرت جهانی شدن. چون ایران که بعد تحریم اقتصادی که میگن، تحریم اقتصادی که از بزرگترین خدماتی که میکنه به همین کمپانی های فایننسه، چون اینا که بانک نیستن، اینا کمپانی های فایننس هم پولا رو میگیرن، از طریق دست اینا میره تو بانک ها جابجا میشه، به جمهوری اسلامی داده میشه. 40 ساله، 40 ساله که اینا در تحریم اقتصادی دنیا هستن. بخونین اسما رو، همه اسما رو بخونین، اینا کمپانی هایی است که جهان رو میگردونه، حدود 700 تا است آقای شرفشاهی استاد. خب این بازی تا کی مردم شما میخواین توش بیفتین بدونی که بفهمید، بعد بیاین به شادروان فیروز نادری توهین کنین به خاطر هیچ، بیاین شخصیت های دیگر بزنین و بعد الان در هنگامه ای که داشت میرفت این به اتحاد قوی و مقتدری به وجود بیاد که این نظام رو ساقط بکنه، یهو میام به این اون بزنن و پرنس رضا تا حالا 100 بار اومده گفته اینایی که کاسه از آش داغ‌تر از من پشتیبانی میکنن، اینا معمولا همشون دیگه دیروز هم علنا گفت. اینه که شما مردم، شما لااقل در این زمینه به هوش باشید، هوشیار باشید و بدانید که هیچ کس نخواهد پشت شما جز ناخن انگشت شما بایستی، اگر و ما میتونیم خودمون رو تحمیل کنیم. استاد شرفشاهی از سپتامبر که جنبش و انقلاب نوین شروع شد، من خدمت شما عرض کردم، گفتم که این بار ملت ایران خودشون رو تحمیل میکنن به جامعه جهانی. مردم شما تحمیل کردین خودتون رو به جامعه جهانی، جهان پشت سر شما اومده است. الان هم البته امید هست، بخواد این استاد شرفشاهی، من اخبار دارم که موثق هست، نیروهای قوی نظامی و ارتش در داخل ایران به زودی اگر چیزی نشه اقدام مؤثر انجام خواهند داد و درفش کاویانی
و مکتب آریایی ایرانی رو در برابر این اسلام سیاسی تازی برافراشته خواهند کرد، ولی خب خونهای زیادی خواهد داشت. خونهای زیادی خواهد ریخت، چون همون چون دوست گفت تمامی این بیگانگانی که در ایران حاکمه همینا بیگانه، همونایی که حمد و قلاوله و محمد و علی و حسین و مادر بزرگ علی خامنه‌ای براشون بوده، مادر بزرگ علی خامنه‌ای براشون بوده، هنوزم کرد بابا بزرگ علی خامنه‌ای براشون بوده. 1402 سال است دارن ما رو میکشن، از همون اول هرمزان رو ما رو بگیرین تا پوریای عراق دارن میکشن و اینا خواب و خب وقتی که نیروهای نظامی وارد عمل بشن تصفیه میکنن، همچنان که در کشورهای دیگه این عمل شد، برای اینکه خونریزی ازش جلوگیری بشه بایستی مردم با ذکاوت و با چیرتوشی اون اقتدار جهانی ایران رو نشون بدید و خودتون بیاین در میدون و کارتون کنید. این جورج سوروسی که شما عکسشون هم گذاشتین، این یکی از چهرهایی که این بازی‌های ضد ترامپ رو در امریکا رهبری میکنه، یعنی از مخالفان تراز اول ترامپ از روز قدرت گرفتنش بود، برای اینکه ترامپ میخواد امریکا بالاتر از همه کشورها و قدرتمندتر بشه، ولی این سوروس باهاش مخالفت کرد و این تئاتری که الان در امریکا علیه ترامپ را افتاده زیر نظر اونه. درسته، من آقای شرفشهی در برنامه شما پخش کردیم آندره جولیانو رئیس شهردار پیشین نیویورک که مشاور ترامپ بود و وکیل ترامپ بود، علنا میگه، صحبتاش هست تو اینترنت بچه‌ها برید ببینید، علنا میگه حالا من فکر کنم وقت نیست بشه اینها، استاد جولیانو میگه، میگه اینها قاضی دارن، دادستان دارن، وکیل دارن، وزیر دارن، سناتور دارن، همه جا دنیا نه تنها امریکا، و اینها به خاطر همین هست که میتونن پروسه ها و پرونده های قضایی بیارن ترتیب آدمان بدن. من اینجا تو برنامه خود شما پخش کردم که سوروس گفت من 2 میلیارد دلار پول میدارم تا ترامپ رو ساقط کنم و نابودش کنم و الان هم درست فرمایش میکنم. بسیار ممنون از شما که در حال مطالب جالبی رو مثل هر هفته در اختیار بینندگان این برنامه قرار دادین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاسگزارم استاد چرفشه.